این نبوده و کاملا ذهن در حالت دریافت بوده. این یه چیز حسی است، کاملا باز حسش کرد. یعنی اینکه اگر بخوایم به سایر کتب مراجعه کنیم، مثل سایر شروحی که به قول داوود میگفتش، شعرهای دیگر رو بخونیم، نقل قولهای دیگر رو بخونیم، نمیدونم بعد استناد به اونا بکنیم، اصلا هم چیزی نیست. کاملا ذهن در حالت دریافت بوده و در این حالت دریافت تونستن این رو بنویسن، به خاطر همین یه زیبایی خاصی داره. عرضم حضورتون که کتاب پیربخت زمینیه، یعنی مولانا رو راحت میاره، رفیق ما میکنه. من خودم که این کتاب رو تقدیم کردم به همه دوستانی که دوست داشتم، نوشتم که زندگی سفره، واقعا مسیر، زندگی اصلا مقصد نیست. اگر هم سفر خوبی میخواهی، دستت رو کف دست مولوی میذارم، باش راه برو. این کتاب رو عنوان یه همسفر بخونید که داره همراه شما رو همراهی میکنه. این یه خورده بهتر به انسان جواب میده. علت همینه که یک رویکرد به انسان میده. ببینید، شاید هر کدوم از ماها که پیربخت خوندیم قبلا، هم دو که اشاره کردن، مولوی رو بارها و بارها باز کرده بودیم، خونده بودیم غزلیاتش رو، مثنوی رو، فلان اینا، اون لذت اصیلی که واسه ببریم نبرده بودیم. اما پیربخت به انسان یک عینک میده. یعنی وقتی شما میخونید، این یک عینکی به چشم میزنید که بعد اون دیگه هر شعری رو از مولانا چه بشنوید چه بخونید براتون معنادار میشه. و در واقع یک جور راه هست، گفتم یک جور رفیقه، همراه کننده هستش. پیربخت، تنها چیزی که نهایتاً بگم که تمام کنم اینه که برای خود من بوده، حالا شاید تجربیات دیگران متفاوت باشه، ولی واقعیت اینه که با خوندن پیربخت و خوندن مولانا، انسان از سایر تفاصیلی که خونده و یه خوردم مغلق هستم، من خودم بی‌نیاز شدم. یعنی دیگه احساس نیاز نمی کنم که برم تفسیری بخونم تا بفهمم مولوی چی گفته. با خوندن پیربخت عینکی به دست آوردم که هر موقع مولانا رو باز می‌کنم می‌فهمم چی گفته. به خاطر همینه که خیلی آتا چه اندیشه چه جمله خلق آن صفحه اندیشم، بحث قیاس و نص، یعنی بحث مقایسه در واقع، بحث احولیت یا دوبینی را آورده. انشاءالله امیدواریم که با خوندن این کتاب بتونیم یک چراغ راهنمایی دستمون بگیریم و زندگی را اونجور که باید زندگی بکنیم انشاءالله در خودمون بالا بیاریم. من از تا اینجای قضیه تصدیق که به من اومد، هم از استاد مصطفی عزیزم عذرخواهی می‌کنم، چون در واقع وقت عزیز ایشون رو گرفتیم و هم وقت شما رو. از اینجا دیگه عزت فرمی صحبت آقای مصطفی شروع میشه. وقتی صحبت تموم شد، من یک عزیز اینجا هست که خواهش خواهم کرد که هنر خودشون رو با ساز خودشون بیان کنن. در طول هنرنمایی ایشون دوستان میتونن سوالات مکتوب خودشون رو به ما لطف بفرمایند. معمولا وضع جلسه ما اینجوری است که با هم توافق کردیم که سوالمون به هیچ وجه شفاهی نباشه. تو کاغذای توضیح شده بین شماها بزرگواری فهمید بنویسید، ما خدمت ایشون میدیم. اونایی که در مجموع مفید برای همه هست اینجا جواب میدم، بگرده که انشاءالله برای جلسه آینده موکول میکنم، تو سخنانش رو لحاظ میکنم. خیلی متشکرم. استاد من رو تشویق کنید تا برای شما حرف بزنم. آقا یه سوالی رو بردن اینجا که قبل از شروع صحبت، این سوال کلیه، این که چیز نمی کنه. نوشتن که چرا کتاب‌های مانند مثنوی معنوی و دیوان حافظ بعد از هزار سال و حتی بیشتر تا سال‌های آینده با ارزش و مدرنیته هستند؟ با تشکر. اولا مدرنیته، من نمی‌دونم چه کلمه‌ای که تازگی‌ها مد شده. خب بگی مدرن هستن. مدرنیته هستن یعنی چی؟ مدرن هستن. خب حالا من میخوام این رو عرض کنم خدمتتون. یه نفر این شبیه این سؤاله که میخوام مطرح کنم و نظایر این توجه کنید. یه نفر میگفت که مثلا دین اسلام قبل از پیامبر اسلام هم بوده، قبل از اینکه پیامبر اسلام دین اسلام رو بیاره بوده. این حرف بی‌معناست، برای اینکه دین یعنی فطرت،
مترادف هر دوشون یعنی حقیقت. حقیقت رو کسی نیاورده، حقیقت حتی قبل از خلقت آدم بوده. یعنی چی؟ که حقیقت رو آورده؟ حقیقت آوردنی نیست، هست. حقیقت قبل از پیامبر اسلام، قبل از حضرت موسی، قبل از حضرت عیسی، قبل از حضرت ابراهیم خلیل الله، حضرت یونس و غیره و غیره بوده. حقیقت یعنی حقیقت، فطرت، همیشه هست، آوردنی نیست. حالا اینو میخوام بگم، هر چیزی که فطرت باشه، این مدرنیته و غیر مدرنیته نداره. اینی که در قبل ناشناخته موندن، اینها ظلم بوده، اونها ناصحیح بوده. اینی که امروز به هر علتی از علل اینها دارن رو میشن، دارن رواج پیدا میکنن، این حقشه. یعنی حقشه که باید اینطور باشه. چرا مدرنیته شدن درست نیست؟ باید باشن. مثل این که شما بگید چرا 2 به علاوه 2 مساوی با 4 هزار سال پیش 2 به علاوه 2 مساوی با 4 بوده، هزار سال بعدم خواهد بود. حقیقت همیشه حقیقت خواهد بود. این از این. و اما من میخواستم یه مقداری راجع به در جلسه گذشته اصول کلی درباره چیز گفتیم، عشق و دوستی. قرار شد که در این جلسه همین موضوع رو ادامه بدیم، عشق و دوستی رو.